سلام، به تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته عروسک پشت پرده، اپرایی از امیر مهیار تفرشی پور، کودتای 53، مستندی درباره وقایع 28 مرداد. در کارگاه نازنین نوروزی در نیویورک. عروسک پشت پرده نام اپرایی که چند روز پیش در خانه اپرای سلطنتی دانمارک روی صحنه رفته. امیر مهیار تفرشی پور آهنگساز ایرانی این اپراست. متن عروسک پشت پرده بر اساس داستانی از صادق هدایت به همین نام به زبان انگلیسی نوشته شده. داستان این اپرا ماجرای یک پسر ایرانی به نام مهرداد که برای تحصیل به فرانسه رفته. مهرداد در فرانسه عاشق یک عروسک میشه، اونقدر که وقتی به ایران برمیگرده عروسک رو هم با خودش میبره و بودن با عروسک رو به بودن با نامزدش ترجیح میده. امیر مهیار تفرشی پور از دانمارک با ماست تا درباره اپرای عروسک پشت پرده با هم صحبت کنیم. آقای تفرشی پور، فکر ساخت اپرای عروسک پشت پرده چطور به ذهنتون رسید؟ بله، من در دوران تحصیل در دوره دکترای آهنگسازی در انگلستان به فکر ساخت یک اپرا بر روی داستانی از صادق هدایت افتادم و در همان دوران مجذوب داستان عروسک پشت پرده شدم. اهمیت این داستان برای من این برخورد مدرنیته و سنت بود که خب نه تنها در فرهنگ ایران بلکه در خیلی از کشورهای سنتی دیگر هم با مشکل آفرین بوده و این فرم انتزایی و افکار پراکنده در این داستان که باعث پریشانی شخصیت اصل این داستان میشه فقط با موسیقی مدرن قابل بیانه. این برخورد تفکر سنتی و مدرن کاملا در این داستان آشکاره و این رو من با تکنیک های هم مدرن آهنگسازی و هم مقداری با یک ادویه های از موسیقی شاید ایرانی یا به گونه شرقی بیان میکنم. چرا متن اپرا به زبان انگلیسی نوشته شد؟ ببینید، انتخاب زبان انگلیسی در وهله اول برای اجرای جهانی بوده، یعنی اینکه کار به جاهای دیگه هم برسه و بتونن بسیار آسانتر با زبان انگلیسی بخونن. این یکیه. دلیل دوم اینه که زبان فارسی برای این سبک موسیقی مدرن مناسب نبوده، چون اون آکسان‌هایی رو که تاکیدهایی رو که زبان انگلیسی دارا هست زبان فارسی دارا نیست.
این دلیل دومیشه. دلیل سوم اینه که نیازی نیست که به زبان فارسی باشه، چون من فکر میکنم که صادق هدایت یک نویسنده جهانیه، فقط صرفا متعلق به ایران نیست که حتما باید به زبان فارسی باشه. و البته خب ما اون تجربه رو برای ساخت اپرا به زبان فارسی اصلا نداریم، چون این یک سنت و فرم موسیقی کلاسیک اروپاییه. با دومینیک پاور نویسنده بریتانیایی که متن اپرا رو به انگلیسی نوشته چطور همکاری کردید؟ آقای دومینیک پاور که خودشون نویسنده هستن و نمایش رادیویی می نویسند، من ایشون رو پس از انتخاب داستان عروسک پشت پرده ملاقات کردم و آقای پاور شروع به مطالعه داستان عروسک پشت پرده و همینطور ادبیات صادق هدایت نمودن و پس از یک زمان طولانی من یک سناریو از آقای پاور دریافت کردم برای اپرا و همینطور لیبرتو یا اون متن که در زبان تخصصی موسیقی ما لیبرتو عنوان میکنیم رو دریافت کردم و سپس آغاز کردم برای ساخت موتیف اصلی اپرا، موتیفی که از اول ماجرا تا آخر ماجرا شخصیت اصلی داستان مهداد رو دنبال میکنه. شامل 11 نوازنده است، 6 خواننده و یک عروسک که در حقیقت یک بالرین هست که نقش عروسک رو بازی میکنه. من وقتی سناریو رو و متن رو لیبرتو رو از آقای پاور دریافت کردم، مسلماً مقداری برام شاید غریبه بود چون به زبان انگلیسی بود و خب داستان چون 7 صفحه بیشتر نیست و ناگهان یک سناریو رو من به مدت 1 ساعت و با چندین صفحه از لیبرتو دریافت کردم و ما نیازمند بودیم که بارها و بارها این رو با یکدیگر مرور کنیم از لحاظ ریتم موسیقی که به یک نتیجه نهایی برسیم. چطور شد این اپرا در دانمارک روی صحنه رفت؟ اجرای این اپرا در کشور دانمارک به چند دلیل، یک اینکه من خودم بزرگ شده دانمارک هستم و دوران کودکی و نوجوانیمو و همینطور تحصیلات اولیه موسیقی رو در دانمارک گذروندم و همینطور روابط قوی من با آنسامبل آتلاس، یک آنسامبل مدرن معروف در دانمارک که آثار منو با بارها در دانمارک و تهران و همینطور کشور امارات اجرا کردند رو میشناختم و این همکاری شروع شد. و ببینید برای اجرای یک همچین اثر بزرگی ما نیازمند به یک همکاری متعدد با چند ارگان هستیم، یعنی یک آنسامبل، یک سالن اپرا و یک کمپانی اپرا. یعنی فقط کار با نوشتن اپرا به اتمام نمیرسه، بلکه نیازمند به همکاری چند جانبه برای همچین اجرای هست. سختی‌های این کار از آهنگسازی تا روی صحنه بردنش چی بود؟ ببینید یکی از بزرگترین مشکلات برای یک آهنگساز نوشتن همچین اثری نیست. بحث اجرا یک چیز کاملا متفاوتی است و شما فقط و فقط میتونین که یه مقداری با بخت و اقبال و با پیگیری‌های شخصی خودتون فقط به همچین اجرایی برسیم و نوشتن کار صرفاً کار رو به پایان نمیرسونه و کسی دربی نمیزنه که شما رو دعوت بکنه برای اجرای این کار، چرا که خب خیلی از آهنگسازایی هستن که خیلی با تجربه تر و در سنین بالاتر اپرایی رو نوشتن که هیچ وقت بر روی صحنه نرفته. اینه که نوشتن همچین کاری برای یک آهنگساز کاملا یک قماره که آیا این یک روز اجرا خواهد شد یا خیر، و برای همین خیلی من امروز خوشحالم و احساس موفقیت آمیز به من دست داده.
نزدیک به 70 سال از کودتای 28 مرداد میگذره. با این حال این واقعه هنوز در حافظه ایرانیان نسل‌های مختلف زنده است. خیلی ها معتقدن کودتای 28 مرداد سرنوشت سیاسی ایران و منطقه را تغییر داد. چند سال پیش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا با لغو محرمانگی بعضی از اسناد مربوط به این کودتا به نقش آمریکا در این ماجرا اعتراف کرد. با این حال بریتانیا هیچگاه رسما نپذیرفته که در این کودتا دست داشته. اخیراً فیلمی به نام کودتای 53 ساخته تقی امیرانی نگاهی تازه انداخته به وقایع این دوران به ویژه نقش بریتانیا در این کودتا. تماشا با والتر مرچ تدوینگر به نام آمریکایی و یکی از نویسندگان و تدوینگر مستند کودتای 53 صحبت کرده. Back to report the failure of his efforts to solve the oil crisis comes Mr. Richard Stokes. And just as soon as this obstacle in the way of providing... The talks collapsed and the British evacuated Abadan, expecting the refinery to shut down. Abadan, where the last group of British oil experts passed through the customs en route for Iraq and home. من اون موقع ناخدای چیز بودم، قایق موتوری بودم، به نام زاغی، چوبی بزرگ بود. گفتم بره کارشناسا رو میخواد ببره بصره، از بصره پرواز کنن بره. گروه اول که اومدن، وقتی که اومدن دیدم همه ما زیرم میخندن، اینا ناراحت شدن، هو زدن به ایرانیا هو. بعد کپتن ناوی که ایستاده بود رو بروی آبادان بهشون گفت کیپ کوایت. فیلم درباره کودتایی که سرویس‌های اطلاعات آمریکا و انگلیس در 28 مرداد 32 یعنی 1953 میلادی علیه دولت دموکرات ایران انجام دادند. And you see here the first part of that sentence that as an act of US foreign policy conceived and approved at the highest levels of government, it was not an aggressively simplistic solution clandestinely arrived at. But was instead an official admission by both the United States and United Kingdom that normal rational methods of international communication and commerce had failed. I.e. Mossadegh was in the way. And even acknowledged the British role. Right. What we discovered, which has turned the story upside down in a sense, is that the British were much, 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 much more involved. در طول ساخت فیلم کشفی کردیم که همه چیز رو از این رو به اون رو کرد و اون این بود که بریتانیا بیش از اونچه که در روایات رسمی هست در این کودتا سهم داشته. البته هنوز هم بریتانیا رسما هر گونه دخالت در این کودتا رو رد میکنه. ما متوجه شدیم که یک مأمور مخفی بریتانیایی بوده که البته به جای نامش در بیشتر مدارک سه نقطه گذاشته شده، ولی اسمش نورمن داربی شایر بوده و به ادعای خودش کسی بوده که از راه دور کودتا رو هدایت کرده. تقی امیرانی کارگردان فیلم به یک نسخه مصاحبه پیاده شده متعلق به یک مستند تلویزیونی قدیمی دست پیدا کرد که در اون مصاحبه هم با نورمن داربی شایر بود. ما امیدوار بودیم که فیلم این مصاحبه رو پیدا کنیم، ولی دود شده بود، رفته بود تو هوا. البته عده‌ای مدعی بودن که اصلا چنین مصاحبه‌ای نبوده. تصمیم گرفتیم که مصاحبه رو با یک بازیگر بازسازی کنیم. من رالف فاینز رو از فیلم بیمار انگلیسی که تدوین کرده بودم میشناختم. بهش زنگ زدم و گفتم ما یه پیشنهادی برات داریم، میشه بیایم باهات حرف بزنیم؟ خلاصه قبول کرد و در همون هتلی که مصاحبه‌های اصلی اون فیلم ضبط شده بود، رالف فاینز کلمات داربی شایر رو بازگو کرد و با در دست داشتن این به عنوان رشته اصلی تونستیم بقیه داستان رو دورش منسجم کنیم. Long smoldering Iranian nationalists made clear their intention to seize the oil industry and expropriate the British company. Focal point of Iranian unrest, however, is the government, headed by 70-year-old Premier Mohammad Mossadegh, whose single purpose is oil nationalization. دولت انگلیس می‌خواهد با همون رویه قرن 19 با ملت ایران رفتار کند. The director Taghi Amirani is Iranian. He was born in Iran in 1960. تقی امیرانی کارگردان فیلم ایرانیه که توی سال 60 میلادی در ایران متولد شده و در 15 سالگی به بریتانیا اومده. اون تو رشته فیزیک تحصیل کرده توی دانشگاه ناتینگهام. من اولین بار اونو تو نیویورک دیدم. اون موقع من مشغول تدوین یه مستند دیگه بودم که اتفاقا به فیزیک ربط داشت و شروع کردیم راجع به فیزیک با هم حرف زدن. از مصاحبت هم لذت بردیم و ارتباطمون رو حفظ کردیم تا اینکه من به این فیلم پیوستم. If the coup had happened in 2013,
اگه این کودتا در سال 2013 اتفاق افتاده بود، مطمئناً هزاران ساعت ویدیو ازش وجود داشت که مردم با موبایل هاشون گرفته بودن. ولی در سال 53 میلادی هندیکم هم وجود نداشت، چه برسه به موبایل. بنابراین تصویری از اتفاقات اون روزها موجود نبود. بنابراین نقاشی‌هایی که در فیلم می‌بینید، جلوه تصویری اون چیزیه که مثلا وقتی موسی مهران محافظ دکتر مصدق داستان اون شب رو تعریف می‌کنه در ذهنشه. می‌تونستیم فقط صورتش رو نشون بدیم که داره ماجرا رو تعریف می‌کنه، ولی یه جایی دیگه آدم می‌خواد وقایع رو ببینه. حوالی ساعت 4:30 اگر اشتباه نکنم 28 تانک به خانه دکتر مصدق و اطرافش حمله کردن. On the other hand, we didn't want to recreate it. از طرفی ما نمیخواستیم دقیقاً صحنه ها رو بازسازی کنیم، چون اونجوری میافتادیم تو وادی اینکه حالا این چقدر به واقعیت نزدیکه. نزدیکه ولی قابل باور نیست، یا خیلی نزدیکه ولی عین اون نیست. ولی با رنگ و روغن یه جورایی همه چیز پخش و محوه، مثل خاطره، و بنابراین اون حس درونی رو نسبت به واقعه به آدم میده. ولی دیگه خطر اینو نداره که مخاطب فکر کنه ما داریم وقایع رو بازسازی میکنیم. نه، فقط میخوایم مجسم کنیم که توی سر کسی که ماجرا رو تعریف میکنه چی میگذره. ولی حرف خوبش که یادگار خواهد بود، یکی از درجات همینطوری که تمام این جراحاتش دست گذاشته بود و قسمتی از اعضای بدنش بیرون اومده بود، روش دست گذاشته بود، با همون جام جون داد، گفت فدا آقای دکتر مصدق، گفت فدای آقای دکتر مصدق. در تیتراژ فیلم اسم منو تغییر به عنوان نویسنده در کنار هم اومده. من معتقدم که تدوینگر فیلم مستند، مستند بدون فیلمنامه، نویسنده اون مستنده. ولی به جای نوشتن با کلمات که اونم گاهی جزوشه، با تصویر و صدا مینویسه و ساختمون کلی داستان رو تعیین میکنه. تصمیم میگیره که چه داستانی بگه، کی قراره توش باشه، چطور شروع میشه، چجوری تموم میشه، نقطه عطف چیه. همینطور در جزئیات مثل این که چه شاتی استفاده بشه، کجا کات کنیم و از این چیزا. اگر نوشتن رو به مثابه خلق یک چیز بگیریم، نویسندگی در این فیلم دقیقا همونه. این نیست که من و تقی نشستیم تو اتاق و روی کاغذ یه فیلمنامه 120 صفحه‌ای نوشتیم. نه، ما خودمون رو به موج فیلم سپردیم. روی متریالی که داشتیم کار میکردیم و سعی میکردیم بین همه چیز یک پارچگی ایجاد کنیم. و در همین حین تقی هم میرفت و چیزهای تازه‌ای فیلم برداری میکرد. گاهی فیلم‌های آرشیوی جدید پیدا میکردیم و خیلی طبیعی فیلم پیش رفت و کامل شد. And new archive material was coming in, and so it evolved very organically. نازنین نوروزی هنرمند ایرانی ساکن نیویورک که در کارهاش نقاشی، عکس، ویدیو و چاپ رو با هم ترکیب میکنه. نوروزی آرشیو آلبوم‌های عکس و حتی ویدیوهای خانوادگی رو چاپ دستی می‌کنه و بعد از دستکاری تصاویر اونها رو دوباره به ویدیو تبدیل می‌کنه. سری زدیم به کارگاه این هنرمند در نیویورک و باهاش درباره کارهاش صحبت کردیم. کارهای من بیشتر بر مبنای عکس شکل میگیرن و عکسایی که معمولا پیدا میکنم بیشتر روی آرشیوهای خانوادگی، آلبومای خانوادگی، عکسای به نسبت قدیمی تر، اینا سرچشمه های کار من هستن که من از اونا شروع میکنم و بهشون یه چیزایی رو اضافه میکنم، دستکاریشون میکنم. چند سال گذشته من روی مجموعه خیلی دارم کار میکنم و متمرکز شدم که بر مبنای یه سری فیلم‌های سوپر هشتن که پدرم در اواخر دهه 50 شمسی و اوایل دهه 80 میلادی اینا رو گرفته بود. از این 40 دقیقه 50 دقیقه فوتجی که من پیدا کردم، از فریماشون دونه دونه پرینت میگیرم و روی همه اون پرینت‌ها شروع میکنم یکی یکی کار کردن، نقاشی کردن. برخوردی که من سعی میکنم توی این فیلم ها داشته باشم به واسطه چاپیه، پروسه زمانبریه، اینه که روی این
ثانیه های کوتاه خاطره آدم ساب کنه، پاز کنه. مثلا آوردن یه کیک توی تولد 5 تا بچه اهمیت آنچنانی نداره، ولی یه تیکه پاره ای از یک خاطره ای که مونده و بر من فوق العاده جذابه که اونجا آدم یک لحظه ساب کنه و بهش نگاه کنه. بعضیاشون مال سالهای دهه 80 هستن که سالهای دهه 60 ایرانه و سالهایی بوده که خب ما در ایران یه ذره زندگی ایزوله تری داشتیم، سالهای جنگ بوده و در حین اینکه داشتم راجع به دهه 80 فکر میکردم متوجه این زیبایی شناسی خیلی عجیب بازیهای کامپیوتری اولیه شدم و سعی میکنم که توی این فیلمات و توی این عکس ها بین اون زیبایی شناسی پیکسل شده یه تیکه شده یه خیلی خیلی ابتدایی بازی‌های کامپیوتری که به طور طعنه آمیزی اولین بازی‌های شوتینگ گیم هم هستن و زیبایی شناسی سانتیمانتال به شدت مشخص سوپر 8 و دهه 80 یه رابطه برقرار کنم. به نظر من یک جور خشونت و یک عدم اطمینانی از پایداری این خوشحالی وجود داره که من دلم خواهد راجع به اونا حرف بزنم و به نظر من این المانای اون بازی ها بهترین راه بودن برای اینکه من وارد اون فضا بشم. به نمودای طبیعت خیلی علاقه‌مندم. توی این فیلم های تجربه‌ای که میسازم از تصویر دماوند زیاد استفاده میکنم، از دریای خزر زیاد استفاده میکنم. برام یه جوری مثل یه کلیدی هستن که به اون جغرافیایی که این اتفاقات درشون افتاده یه جور ارجاع میدن. ما میفهمیم که اینا مال یه جایی هستن که الزاماً غرب نیست، ولی معلوم هم نیست که کجاست دقیقاً. یه چیزی که برای من توی عکس‌های خانوادگی یا آرشیو آلبوم‌های خانوادگی خیلی جالب بوده این بوده که چطور این لحظات معمولی زندگی روزمره رو ما دست کم می‌گیریم در حالی که اونا تو خودشون یه حالت قهرمانواری دارن. برای من خبر از یه روح جمعی میدن و یه چیز بیشتر از فقط یک دور همی و بازنمایی می‌کنن. فکر میکنم که ما وقتی راجب نوستالژی حرف میزنیم راجب یک میل بازگشت به گذشته حرف میزنیم که اون گذشته رو یه چیز ایدئالی میبینیم، حداقل این درکی که من از نوستالژی دارم، در حالی که بر من اینجوری نیست. بر من بیشتر سوال کردن راجب این تجربه مشترک است. چیزی که برای من جالبه و ایدئاله برای من اینه که من دلم میخواد راجب یه سنگینی در فضا حرف بزنم که به نظر من در کلمه نمیاد و کاری که با این عکس ها میکنم یا توی این فیلم ها میکنم، با خطایی که روشون میکشم، برخوردهای نقاشانه که باشون دارم، در واقع دارن هدف میگیرن اون سنگینی رو و اینکه احساس عدم امنیتی که من خیلی در زندگی میکردم و میکنم هنوز و فکر میکنم ما به عنوان آدمایی که توی جهان امروز زندگی میکنیم هر لحظه احساس میکنیم که فرش از زیر پامون کشیده میشه. درست بعد از اینکه از رشته نقاشی فارغ التحصیل شدم سالهای لیسانس، نقاشی عکسایی بودن که عکساشون رو من از حلقه دوستان نزدیکم و آدمایی که به هم خیلی نزدیک بودن میگرفتم و بیشتر راجع به این زندگی خصوصی ماها بچه های نسل خودم در ایران در فضاهای داخلی بود. وقتی اومدم اینجا خب دیگه دسترسی به اون منبع الهامه نداشتم، از اونجا دور افتاده بودم و شروع کردم از یه سری با یه سری عکس کار کردن از تولدای بچگی همون دوستا، همون گروه نزدیکی که قبلا داشتم خودم ازشون عکاسی می‌کردم و این شروع علاقه من به آرشیو بود یه جوری.
باز کرد یه راهی رو برای من. این اشتیاق بازگشت به گذشته ای که گذشته خیلی جذابی هم نیست یا خیلی معصوم و عاری از اشتباه هم نیست، دلم خواهد که بین اینا یه رابطه برقرار کنم و راجبشون سوال بپرسم. براشون جواب ندارم اصلا، ولی سعی میکنم که سوال کنم راجبشون. برنامه این هفته هم تموم شد. ممنون که با ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی وبسایت و یوتیوب بی بی سی فارسی ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.